le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. با سلام از زیر آسمان پاریس، در زیر هر آسمانی که هستید، به خصوص آسمان ایران. در ابتدای گزارش این هفته گزارش متفاوتی داریم، البته گزارش دوم در مورد نقاشی کار فیروز فرمان فرمایان در گالری گس، و هفته آینده باز در باره گس و همینطور گالری فلامل هفته آینده کارهای خیلی خوبی رو در مورد هنر نقاشی داریم. اما این بار در گزارش اول، بعد از قرارداد و تفاهم برنامه‌های هسته‌ای و رفع تحریم‌ها در تابستان و سفر گروهی از مدف از فرانسه به ایران، مسائل اقتصادی و رونق کارهای اقتصادی موضوع بسیار مهمی بود برای همه کشورها، طبیعتاً در فرانسه، و به ابتکار خانم لیلا صابر و همکارشون خانم سارا حبیبی نشستی هفته پیش در کانون وکلا انجام گرفت که محتویات بسیاری داره. مشکلات تکنیکی در این که آنهایی که به زبان فرانسه صحبت کردن نیاز چندانی به ترجمه تمام آنها نبود، به خصوص که سخنرانی حدود 4 ساعت طول کشید. برگزیده هایی رو خواهید دید، گزیده و انتخاب سلیقه‌ای وجود نداره، بلکه اونچه که احتمالاً میتونست برای شما بینندگان مهم باشه انتخاب شده، البته نه به طور کامل. خانم حبیبی، تا دقایق دیگر نشستی رو که از مدت‌ها قبل روش کار کردین آغاز میشه. برای بینندگان بفرمایید که این نشست چه هدفی رو در درجه اول دنبال میکنه؟ انجمن حقوقدان ایرانی فرانسوی از حدود 2 ماه پیش، بعد از در حقیقت توافق 14 ژوئیه، تصمیم بر این گرفت که یک کنفرانسی رو در ارتباط با سرمایه گذاری خارجی در ایران با حضور شرکت‌های فرانسوی به اصطلاح در کانون وکلای پاریس، که یه سمبل قوی هست برای به اصطلاح این کنفرانس، آماده بکنه. و ما هدفمون این بود که به شرکت‌های فرانسوی که حاضر بودن در این کنفرانس، که حدود بیش از 60 شرکت فرانسوی هستند، نشون بدیم راه‌های ورود به ایران، چارچوب حقوقی به چه صورت هستش، و از شهادت سکتورهای مختلفی که دعوت کرده بودیم ازشون استفاده بکنیم که تجربیات خودشون رو برای ما نشون بدن. بله، حالا حتما در طول این کنفرانس خواهیم دید که خواسته ها چه هست و امکانات چه هست. آیا شما فکر میکنید که سیاست همکنون در پشت اقتصاد قرار خواهد گرفت یا جلوی اقتصاد؟ من فکر میکنم الان مسئله اصلی ایران این هستش که از این رکود اقتصادی خارج بشه، و این در حقیقت با ورود شرکت‌های خارجی، حالا از هر کشوری، میتونه در حقیقت باشه. و من فکر میکنم سیاست مداران ما هم به این نتیجه رسیدند که اقتصاد به هر حال باید حرف اول رو در ایران بزنه. از این رو فکر میکنم که انجمنهای حرفه‌ای، در حقیقت اصناف حرفه‌ای، اگر بتونن یک سری مجامع و کنفرانس هایی رو، محفل هایی رو درست بکنن که به شرکت های خارجی نشون بدن راه های ورود رو، ولی راه های ورود رو از لحاظ چارچوب قانونی، راه های درست ورود رو، این میتونه در حقیقت حرف اول رو در حقیقت این قضیه بزنه که شرکت های خارجی واقعا با یه بینش درستی وارد ایران بشن. آیا مشابه این نوع نشست‌ها در خود ایران هم برگزار میشه؟ اطلاع دارید؟ در خود ایران در وزارت صنایع بازرگانی این نشست‌ها بوده. در خارج از ایران کنفرانس لندن رو ما سال گذشته داشتیم، سپتامبر امسال کنفرانس ژنو رو داشتیم، و بعد هم یک ماه پیش در حقیقت، و بعد هم خب ورود مدف به ایران رو داشتیم در همین باز امسال در ماه سپتامبر، که اونجا هم به هر حال نشستایی بوده برای مشخص نمودن چارچوب سرمایه گذاری. شما به عنوان یک حقوقدان و یکی از مبتکرین و در این حال یکی از اعضای مهم بنیاد حقوقدانان، فکر میکنید که باید به آینده خوشبین بود یا نگرانی‌های وجود داره، و یا اینکه باید دست به اصلاحات بیشتری زد؟
من فکر میکنم نسبت به آینده از همه مهمتر اینه که باید واقع‌بین بود، یعنی باید شرایط رو برای شرکت‌های خارجی به طور کامل مشخص و با شفافیت کامل روشن نمود، هم مزایایی که این ورود میتونه داشته باشه، هم سختی‌ها و دشواری‌هایی که میتونه داشته باشه، چون به نظر میاد عزمی که وجود داره تو کشورمون به این سمت هستش که شرکت‌های خارجی الان هم که دیگه برجام تصویب شده به ایران خواهند رفت به صورت خیلی عمده. من فکر می‌کنم که اگر چارچوبشون درست باشه، چون ما یه شعری هم در ادبیات فارسی داریم که میگه که سنگ اول چون نهد معمار کج تا ثریا میرود دیوار کج، در حقیقت واقعا همینه. یعنی من فکر می‌کنم اگر حقوقدانای هر کشوری واقعا به این نتیجه برسن که این چارچوب رو واقعا برای شرکت‌ها نشون بدن، این میتونه یه زمینه خیلی مثبتی رو برای ورود شرکت‌های خارجی نشون بده. از اونجا که شما سرتون خیلی شلوغ خواهد بود امروز، خیلی ممنون که در این فرصت کوتاه بخش‌های کوتاهی رو برای ما روشن کردید. امیدوارم کنفرانس هم گونه که می‌خواید به بهترین نحو برگزار بشه. ممنون از شما، خیلی ممنون. Bonjour. Nous allons faire démentir les mauvaises langues. Les Iraniens savent être à l'heure. Il est 8h59. بنیاد حقوقدانان سفیر نشست 4 ساعته خود را در مرکز کانون وکلا برگزار می کند. وقت شناسی سخنرانان و حاضران جمله آغازین خانم لیلا صابر مدیر این بنیاد است و اینکه بنیاد فرانسوی ایرانی سفیر به امر مسائل حقوقی می پردازد. در پایان این گزارش گفتگویی با ایشان را خواهیم داشت. La Société française des avocats et juristes franco-iraniens Safir est née il y a 15 ans à Paris de la rencontre d'avocats et juristes français partageant une double culture franco-iranienne. صبح بخیر عرض می‌کنم. خوشحالم در جمع شما هستم. امیدوارم که دیدار بعدی ما در ایران باشه. Il est ravi d'être là et il espère que notre prochaine rencontre ça sera en Iran. به عنوان مقدمه من خدمتتون عرض بکنم اولین تحصیل کردگان ایرانی به فرانسه اومدن و درس خوندن و بنابراین حقوقدانان اولیه ایران تحصیل کردگان فرانسه بودند. به همین دلیل نزدیکی های بسیار زیادی بین حقوق ایران و حقوق فرانسه وجود داره، به جز مقررات کیفری مربوط به مجازات ها که ناشی از مقررات مذهبی اسلامی است. بقیه قوانین به خصوص حقوق مدنی، حقوق تجارت، قراردادها و سایر قوانین مشابهت‌های بسیار نزدیکی با نظام حقوقی فرانسه دارد. در مورد مقررات تجاری ایران، به طور تاریخی تا 12 سال پیش امکان این که خارجی‌ها بتونن تمام یک شرکت رو به خودشون اختصاص بدن وجود نداشت. از 12 سال پیش با تغییر قانون در حال حاضر هر شرکتی در ایران میتونه تماما متعلق به خارجیان و از جمله فرانسوی. بنابراین در حال حاضر بسیاری از شرکت‌های غیر ایرانی، صنعتگران، تولید کنندگان میتونن با تأسیس شرکتی که 100% متعلق به خودشون هست یا تأسیس شعبه یا تأسیس نمایندگی، خدمات بعد از فروش و امور تجاری خودشون رو در ایران به سهولت انجام بدن. این سرمایه‌گذاری ها میتونه به طور معمولی صورت بگیره، یعنی مانند هر شهروند ایرانی، خارجیان و از جمله فرانسویان بیان در ایران سرمایه‌گذاری بکنن از طریق خرید سهام شرکت ها یا ایجاد شرکت ها یا بدون تأسیس شرکت در حوزه های تجاری دیگه و یا تحت پوشش‌های فیپا قرار بگیرن. با سلام خدمت حضار محترم، آقای دکتر حریری از دفتر وکالت دنتونز یوروپ از پاریس. موضوع سخنرانی راهنمای عملی قبل و بعد از زمان اجرای لغو تحریم‌ها. ایشان در ابتدا به توضیح برنامه جامع لغو تحریم‌های اروپایی پرداخته و سپس نکات زیر را در ارتباط با برنامه جامع مطرح می‌نمایند. تقویم اجرایی لغو تحریم‌ها با اتکا بر 3 زمان اصلی، مرحله تصویب لغو تحریم‌ها، مرحله اجرا و مرحله گذار از تحریم‌ها. کدام یک از تحریم‌های اساسی اروپایی در مرحله اجرای لغو تحریم‌ها برداشته خواهند شد؟ شرح روند بازگشت تحریم‌ها، مکانیسم اسنپ‌بک
در صورت عدم اجرای تعهدات ایران و خطرات ناشی از این مکانیزم چگونه است؟ سپس با تاکید بر این مطلب که ماهیت تحریم‌های اروپایی و آمریکایی اساساً متفاوت است، به شرح آن دسته از تحریم‌های آمریکایی که بعد از مرحله اجرای لغو تحریم‌ها به قوت خود باقی خواهند ماند پرداخته و در نهایت نکاتی را در مورد مرحله قبل از اجرای لغو تحریم‌ها مطرح می‌نمایند. 1. چه فعالیت‌هایی در چارچوب تحریم‌های اروپایی و آمریکایی ممنوع است؟ 2. مشکلات تبادلات مالی در چارچوب فعالیت‌های مجوز داده شده کدام است؟ مرسی. مؤسسه ما به همونطور که خانم صابر هم اشاره کردن به بیش از 500 شرکت برتر ایران در 4 حوزه که اشاره شد ارائه مشاوره میکنه. یه نتورک 13,000 مدیر ایرانی در مؤسسه ما وجود داره. ایران همونجوری که در اسلاید میبینید سومین کشور پرهمسایه جهان با 15 همسایه. تاریخ ایران یه تاریخ پرفراز و نشیبیه که از 728 سال قبل از میلاد قابل بررسیه، که اگر اطلاعات ریزش خواستید بعد خانم صابر در اختیارتون میذارم. اگر کسی بخواد در ایران فعالیت بکنه و این 6 بخش اقتصادی رو نشناسه، مسائل حقوقی و قانونی تجاری ایران نمیتونه مشکل کسب و کار اون شرکت رو حل کنه. دومین بخش اقتصاد ایران بخش شبه دولتیه. Deuxième secteur, c'est le secteur quasi-gouvernemental. این بخش وابستگی به دولت مرکزی نداره. Il ne rentre pas dans le budget. سهامش مال دولت نیست. Et les parts n'appartiennent pas à l'État. دولت در انتخاب مدیراش دخالتی نداره. پنجمین بخش اقتصاد ایران بخش خصوصیه. در این بخش دو گروه مخالف و ضد هم وجود داره. اولین گروه اقتصاد رانتی مربوط به خانواده هایی که هیچ اصل و نسبی در ایران ندارن و در این بخش فعالیت میکنن و به واسطه رانت دولت و رانت های شرکت های شبه دولتی بسیار قوی شدن. خطرناکترین بخش اقتصاد ایران در این بخش وجود داره. ما به عنوان مرکز تحقیقات هر گونه فعالیت با این بخش از اقتصاد ایران رو ممنوع میکنیم. فسادهای بزرگی که در طول 30 سال گذشته در ایران رخ داده مربوط به این بخشه. ششمین بخش اقتصاد ایران بخش تاوانیه. این بخش در توزیع مواد غذایی و تاوانهای روستایی فعاله. اگر اطلاعات دقیق تری از این 6 تا بخش یا فهرست کاملی از شرکت‌های داخل این بخش خواستید میتونید با مجموعه شما مخاطبه کنن و ما این اطلاعات رو در اختیارتون بذاریم. شناخت این 6 تا بخش برای ورود به اقتصاد ایران بسیار اهمیت داره. استیسمان پور کومانسر. حتی شما فرانسوی که پول خرج نمی‌کنید، ولی خب ما توصیه اونم خرج نکنید. Bon, je sais pas si je dois dire ça parce qu'on dit qu'en fait les Français ne dépensent pas trop donc. آقای آریابود دهناد از شرکت گیتیارا. موضوع سخنرانی مروری بر سکتور اتومبیل. ایشان سخنرانی خود را با توضیحاتی در زمینه اوضاع سیاسی، اقتصادی و محیط زیستی ایران آغاز و سپس به بیان توضیحات جامع در زمینه سکتور اتومبیل پرداخته و با ارائه چشم‌اندازی در راستای توسعه این حوزه سخنرانی خیش را به اتمام می‌رساند. آقای ترابی از شرکت بلو آبی. موضوع سخنرانی ایران پسا تحریم، تاریخچه شرکت بلو آبی با تکیه بر حوزه مواد غذایی. ایشان پس از شرح گزارش کوتاه مبنی بر چگونگی تأسیس شرکت خیش در زمان تحریم ها به موارد ذیل اشاره خواهند کرد. 1. نقش اتاق بازرگانی ایران و فرانسه که خود نیز از مشاوران اتاق می باشند. 2. نقش فعال انجمن توسعه تبادلات محصولات و تکنولوژی مواد غذایی ادپتا از سال 1997. 3. بازگشایی دفتر اقتصادی فرانسه از سال 2013. 4. تأسیس کمیته کشاورزی فرانسه ایران در ماه می 2015. 5. گشایش آژانس بیزنس فرانس، بیزنس فرانسه در ایران همزمان با سفر مدف در سپتامبر 2015. ایشان در ادامه سخنان خود به بازگشایی هایپر استار در سال 2010 در تهران اشاره دارند و این موضوع که محصولات فرانسوی به دلیل کیفیت بالا از اهمیت زیادی نزد ایرانیان برخوردار هستند
ولی با این وجود حضور مارک‌های آلمانی، ایتالیایی، اسپانیایی، کره‌ای و آمریکایی نسبت به مارک‌های فرانسوی چشمگیرتر می‌باشد. در فراز دیگر به وجود مراکز بزرگ تجاری در تهران از قبیل مرکز تجاری کوروش و پلادیوم و حضور مارک‌های فرانسوی می‌پردازند. در نهایت اشاره‌ای به پروژه‌های در دست خود از قبیل احداث یک مدرسه هتلداری، اخذ نمایندگی در حوزه مواد غذایی و بازگشایی یک رستوران فرانسوی در تهران اشاره دارند. مشتاق طاقبی. Bonjour à tous. Je vous remercie de tous être présents aujourd'hui. Et donc je vais vous présenter en fait un volet sur la présentation va toucher deux aspects. Parce que jusqu'à maintenant on a eu que des grosses sociétés où j'irai des آقای دکتر حریری از دفتر وکالت دنتونز. موضوع سخنرانی چارچوب حقوقی سرمایه‌گذاری خارجی در ایران پسا تحریم در حوزه نفت و گاز. ایشان به بررسی کنوانسیون‌های دو جانبه امضا شده توسط ایران در حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی و اجتناب از اخذ مالیات مضاعف پرداخته، سپس انواع قراردادهای ایرانی نفتی را اشاره می‌نمایند. این قراردادها به شرح زیر می‌باشند: 1. قراردادهای بای بک یا بیع متقابل، 2. قراردادهای نفتی ایرانی IPC، 3. قراردادهای ساخت، بهره برداری و انتقال و 4. قراردادهای مشارکت خصوصی. ایشان در انتها به نحوه توزیع قراردادهای نفتی و گازی و به طرق حل اختلاف در این موارد می‌پردازند. مرسی سارا. quand on entend le secteur les chiffres du secteur du pétrole et du gaz en Iran, on pense d'abord à dire l'Iran la première réserve mondiale du gaz. خانم صابر با تبریک به زحماتی که برای انجام این نشست داشته اید. اولین پرسش شاید این میتونه باشه که راضی هستین از این نشست؟ کاملا، البته خیلی همیشه سخته که بشه گفت آیا راضی کسی هست از یه کنفرانس. ما خواسته بودیم از کسایی که توی سالن بودن برای ما یک فیشایی که داده بودیم رو پر کنن و بهتره که جواب از اونها باشه تا ما. تعارف ایرانی نکردن؟ اصلا، چون فرانسوی هستن. به همین دلیل جوابایی که داده شده اینه که خیلی همه راضی بودن و ما خیلی از این موضوع خوشحال هستیم، به خاطر اینکه توی گذشته هر کنفرانسی که من شرکت کردم توش همیشه میگفتن توی این کنفرانس که باید به ایران اومد، باید خیلی مهمه که حتما شرکت‌های خارجی بیان و سرمایه گذاری کنن، ولی اینقدر اماهای مختلف بود، اما مواظب این کار باید باشین، مواظب آخر کنفرانس در حقیقت شرکت‌ها خیلی سرد بودن درباره رفتن به ایران. فکر نمی‌کنین در ارتباط با تحریم‌ها بود یا که مشکلاتی؟ تحریم‌ها رول مهمی داشت البته، ولی فقط تحریم‌ها نبود، برای اینکه الان هم که یه مقداری میشه گفت امید خیلی زیادی هست و تحریم‌ها حتی برداشته هم بشه، برای یک شرکت خارجی آسون نیست که در حقیقت هم از لحاظ حقوقی، هم از لحاظ فقط حقوقی هم نیست. در حقیقت ایران یک کشوری هستش که خیلی اشتباه همه دربارش قضاوت میکنن. به همین دلیل حالا بد و خوبش جداست، ولی خیلی وقتا اشتباه و خیلی کم میشناسن در حقیقت کشور رو. انجمن حرفه‌ای شما چه نقشی برای خودش پذیرفته؟ این اشتباهی که شما میگویید آیا قادر هست که تمام حقایق پشت پرده رو بتونه نشون بده؟ البته رول انجمن ما این نیستش، برای اینکه همونجوری که من گفتم و همونجوری که نوشته شده توی استاتوی انجمن ما این هستش که ما هیچ رول سیاسی توی این انجمن نداریم، فقط حقوقی هستش، ولی مایل هستیم به اینکه واقعا پلی باشیم بین ایران و فرانسه از لحاظ حقوق، و اگر بتونیم که شرکت‌های خارجی که مایل هستن به ایران برن از لحاظ حقوقی بدونن که در ایران قانون هم وجود داره، این خیلی مهمه، چون این همیشه به این واضحی نیست، همیشه فکر میکنن که بهتره که خیلی
خیلی سخته براشون که فکر کنن قانون هم اونجا در ایران هم وجود داره و رول ما این هم بود که بدونن که در حقیقت در ایران حقوق هست، قانون هست و کشور میتونه از لحاظ قانونی پشت این سرمایه گذاری. بله، با این گفته های شما سوال دیگری هم پیش میاد و اون این که به نظر شما به غیر از فرانسه کشورهای دیگر هم میتونن به همین اندازه مشتاق مراوده باشن با ایران؟ فرانسه خیلی مشتاق هستش ولی خیلی متاسفانه تا امروز ما همیشه فرانسه چون خیلی ریسک کمتر و کاملا من میفهمم برای اینکه خب میگم تصویر خیلی مهم هستش، کشورهای دیگه خیلی بیشتر مایل بودن، مثلا آلمان رو اگر که شما بگیرین یا حتی ایتالیا، درباره انگلیس و امریکا حرف نمیزنیم ولی آلمان و ایتالیا رو اگر که مقایسه بخوایم بکنین خیلی از شرکت‌ها شجاعت اینو بیشتر داشتن، میشه اینجوری گفت. فرانسه کمی ما به همین دلیل هم بود که میخواستیم حتما در پاریس ما این کنفرانس رو داشته باشیم، برای اینکه واقعا حیف هستش که من به عنوان هم فرانسوی و هم ایرانی مایل هستم که فرانسه و ایران از لحاظ کاری بتونن با هم جلو برن و این هم به نفع فرانسه خواهد بود و هم به نفع نه تنها کشور ایران بلکه مردم ایران. به عنوان پرسش آخر، خود دولت جمهوری اسلامی ایران یا دست کم شرکت‌های ایرانی خارج از حیطه دولتی چقدر به این کار مشتاق بودن، چقدر مصمم بودن و آیا به نظر شما که یکی از نتیجه گیری‌های این نشست است، آیا حاصل کار رضایت بخش است؟ کاملا، برای اینکه دفعه همینجور که شما میدونین حتما یه بیشتر از یک ماه پیش من در ایران جنب. بودم قبل از ژنو، ایران مدف با شرکت های مختلف ستام، بله، و صد و بیشتر از 120 شرکت فرانسوی ایران بودن و کاملا میشد دید که شرکت های ایرانی که اومده بودن با شرکت های فرانسوی کار کنن خیلی مایل بودن که این را آقای فابیوز وزیر خارجه هم گفت که مشتاقن. آیا سهولت ها از طرف فرانسه بیشتر از کشورهای دیگه است؟ بیشترش رو نمیدونم ولی به هر حال خیلی هست. هستش، بله کاملا. آیا اگر از شما پرسیده باشم میل و آرزوتون در این لحظه بعد از انجام این کنفرانس چه هست؟ سوال خیلی خصوصی انجام دادم؟ نه اصلا، امیدوارم که شرکت های فرانسوی در سکتورهای مختلف سرمایه گذاریشون رو جلو ببرن در ایران. سرمایه گذاری در ایران یعنی در حقیقت ساختن ایران. درسته که ایران به کسی احتیاج نداره برای اینکه هر کشوری خودش رو میسازه، ولی با شرکت‌های مختلف اگر یک همکاری بشه بین ایران و شرکت‌های فرانسوی، من مطمئن هستم که روزهای خیلی روشنی جلو ما خواهد بود. با همراهی و همفکری شما و تشکر از تمام همکاریتون برای انجام این گزارش. خیلی ممنون، متشکرم. بعد از گفتگوهایی رو که در این نشست 4 ساعته در کانون وکلا دیدید، سری هم به حیطه هنر و نقاشی زده باشیم، کارهای جدید فیروز فرمان فرمایان که به یک دوره از تاریخ نگاه دوباره داره، همونطور که نام نمایشگاه هست. تعداد تابلوها کم اما جای تفکر و گفته بسیار. Thank you.
گالری گس هر بار نام و کار و استعداد دیگری رو کشف میکنید. آیا این استعداد شماست؟ آقای شاهین سلام، همینجور که فرمایش فرمودید، من همیشه دنبال آرت هنرمندایی هستم که یک نگاه و تفکر دیگر رو هنر رو ارائه میدن. فیروز فرمانم که پس چندین ساله با ایشون کار میکنم و این نمایشگاه امروز که برای من خیلی جالب بود، چون من به هر حال کسی بودم که اینجا بزرگ شدم، فکر کنم ایشون هم همینجور، و یک نگاه دیگر از فضای فرهنگ ایران رو داره نشون میده برای ما، و فکر کنم این برای خیلی چه کسایی که میان خارجی باشن یا فرانسوی یا به هر حال ایرانی، برای اینا جالب باشه. چند وقت این نمایشگاه دایر خواهد بود برای کسانی که احتمالاً در پاریس و اطراف هستن؟ این نمایشگاه به صورت در حدود 3 هفته است، یعنی از امروز شروع میشه تا 12 نوامبر. و خب چرا این نمایشگاه در این جا و این مدت زمان ما ارائه میدیم؟ به خاطر که خب این هفته سالن فیاک یکی از بزرگترین سالن‌های معتبر دنیاست. خب بله، خب امروز این ما جزو برنامه‌های پیروز، جزو برنامه‌های گالری ما هست تو سوژه های مختلف، پروژه های مختلف در این مدت فیاک. و خب به صورت 3 هفته ما این نمایشگاه خیلی محدود، و چون کاره که میبینی در خیلی محدوده، منظورم در تعداد پرزنتاسیون کاراشون، و چون ما به صورت 6 تا کار امروز ارائه میدیم و این کار خب به صورت یک ادیشن خیلی لیمیت است، خیلی محدوده، و هر عکس رو در 12 قسمت ما میتونیم به خریدارا معرفی کنیم. آقای فرمانفرمایان، وقتی که کارهای شما رو میبینیم، باید شاید به این پرسش بتونیم جواب بدیم، شما تاریخ رو دوباره دیدید؟ بله، دوباره همه چی رو باید دید در هر صورت، برای اینکه فکر کنم اولین دفعه که وقتی که یه چیزی میبینی راستیش رو نمیبینی، باید 2 دفعه، 3 دفعه، 10 دفعه ببینی تا که یه چیزی آرتیستیک، یه میستیسیسمی ازش در بیاری. شما به عنوان کنجکاوی به گذشته نگاه کردید یا کشف تازه؟ هر دوتا، نس. خواستم به قاجارا، خودم به همون زمانهای قاجارای ناصرالدین شاه و مصعب‌الدین شاه نگاه کنم، و خودم مثل بچه انقلاب که هستم توی دنیای امروز بندازم. شما کنجکاو تاریخ و خانواده قاجار نیستین؟ چه بدونیم؟ میدونید زندگی مثل یه دریایی که هر دفعه میتونه یه شما رو یه جاری بیاره، و ما فرمان فرمایان الان پاریس هستیم، لس آنجلس هستیم، چند تا از ماها هم عمو علی نقی هنوز تهران هسته، چه بگیم؟ شما نخواستید مانند خانواده که بیشتر آرشیتکت و مهندسان، هنر رو در عظمت بیشتری جستجو بکنید و نه فقط در یک تابلوی کوچک؟ گوش کنید، اگر امروز عبدالعزیز فهمان فرمایان منو گوش میکنه در رسمون، شالله که حالش خوب باشه، شالله خوشحال هست که اینجا نشستم برم با شما حد میزنم و بتونم به همه آدمای ایرونی که کار عبدالعزیز رو دوست داشتن امروز کار منو ببینن. بگید عزیز همیشه خواست که من آرشیتکت باشم، فکر نکنید برادرم آرشیتکته، من یه دستینه، یه زندگی دیگه برای خودم انتخاب کردم، یکم سخته، برای چه بگم، خیلی خوشحال شدم از همه این چیزهای مختلف که بتونستم ببینم، که بتونستم فکر کنم، که توی این ویژن پدر بزرگم فکر نکنم بودم. به عنوان پرسش آخر، شما فکر کنید بیننده ایرانی و غیر ایرانی یک برداشت از کارهای شما داره یا نگاه متفاوت؟ فکر کنم این سوال بهتری به شما بپرسم، برای اینکه نمیدونم، ما آرتیست ها ملیت براتون مهم نیست؟ چرا مهمه، ولی چشم آدمایی که کار شما رو ببینن برای من بیشتر
زحمت یا چه بهت بگم بیشتر شما دعوت میکنید اونها کار رو انجام میدن؟ بله بله، اگر تونستم اگر گلانم خواسته فکر میکنم که دعوتی بازه. بله بله. با فارسی شما که در واقع در فرانسه یاد گرفتید همه گفته‌های شما رو فهمیدم، مطمئنم بینندگانم هم از کاراتون لذت بردن هم از شنیدن گفته‌هاتون. با تبریک به شما. مرسی. همه زندگیم به فرصت خواستم فارسی هم کار کنم و انشالله سال دیگه بیام تهران.